خب این یه پیام مهم بود خب اگه یادتون باشه ما در مورد مطالعه دو گفتیم گفتیم دو که از هم جدا میشن خیلی از مواقع دو در دو سه سالگی جدا شدن و خیلی از افراد این ادعا رو میکردن که خب اون چند ماه اول که نقشی نداشته اینا حالا خب مگه چه اتفاقی افتاده اینا مدرسه نرفتن اینا آموزشی ندیدن ولی واضحا شما میبینید که اگر چند ماه اول زندگی شما محرومیت بکشی هوش شما یک تغییر جدی پیدا میکنه پس اون چند ماه اصلی که مغز داره رشد میکنه رو اصلا نباید دست کم گرفت در خیلی از مطالعات وراثتی به اون قسمت نگاه نمیکردن میومدن میگفتن خب اینا بچه ها مدرسه مشابه رفتند خانواده مشابه دارن تحصیلات مشابه پس اگر تغییری توشون هست این تغییر ژنتیکیه در صورتی که مطالعه بخارست نشون میداد تو اون چند ماه اول مثل اینکه مغز داره میسوزه خراب میشه و شما باید سریع به دادش برسید اما یافته های این مطالعه داشت و میگم این مطالعه جز مطالعه بحث انگیزه حتی سیاست مدارا راجع به این نظر میدن چون شما در نظر بگیر اگر واقعا اینجوریه که هوش یک ملت میتونه آسیب ببینه مقالات زیادی در اومد که حتی سیاست مدارا نوشته بودن که خب اگر ما اون چند ماه اول طبقاتی رو داشته باشیم که مادر معتاده مادر بی خانمانه این بچه تو همون چند ماه اول آسیب ببینه این بعدا یه فردی میشه که وقتی بزرگسال شد ببینید یک استاندارد دیویشن هوش کمتر داره چون تا سی ماهگی ببینید چه افتی داشته هوش و این میمونه رو دست مملکت و اگر شما بیای اون دوران کودکی رو خیلی حمایت کنی حمایت از مادران کنی حمایت از نوزادان بکنی اصلا هوش ملی رو میبری بالا یک تحول در سطح جامعه پیدا میکنی من فرصت بشه مقالات دیگری خدمتتون خواهم گفت که خیلی جالبه دیدن اون چند سال اول زندگی اونایی که خوب رشد میکنن حتی پیش بینی میکنه که چقدر مسون هستند به افکار خرافی چقدر مسون هستند به تئوری توطعه و افکار توتعه آمیز و بدبینی های بیمارگونه و پرخاشگری و سوء مصرف مواد به عبارت دیگر مثل اینکه وقتی این کودک داره ساخته میشه داره رشد میکنه تو همون چند سال اول باید خیلی مواظب باشی اگر جنس خوب در نیاد و خوب رشد نکنه بعدا به عنوان یک مشکل اجتماعی میتونه دامن بزنه این ادعایی است که داره خیلی پررنگ میشه و شما میتونید بفهمی سیاستمدارا چقدر دارن نگران این هستند یک مسئله ملیه یک پدیده عمده است اما این مطالعه خب دستاورتاش پیچیده بود به عنوان مثال یه اتفاق دیگه افتاد گفتم این مطالعه رو دنبال میکنن وقتی این افراد رو اومدن دنبال کردن به حوالی دوازده سالگی و دیگه اومدن از تست وکسلر استفاده کردن شما اینجا میبینی وکسلر و دوازده سالگی اتفاقی افتاد که جمعیت کنترل یعنی اونایی که هیچ وقت در واقع این محرومیت رو نکشیده بودن هوش میانگینشون 98 بود تقریبا همون صده قبوله اون جمعیتی که توی اون پرورشگاه ها مونده بودن توی اون مراکز محروم مونده بودن توی این دوازده سال هوششون 68 بود به طور متوسط خیلی پایین تره ببینید 68 تقریبا میشه گفت آسیب دیده هستن منتال ریتارد هستن ولی اون گروهی که FC فاستر کر براشون خانواده پیدا کرده بودن ببینید اونها هم تا یه حدی رفتن جلو تو اون چند ماه اول ولی بعد متوقف شدند یعنی نگاه کنید آخر سر تو دوازده سالگی میانگین هوششون هفتاد و پنج در اومد یعنی کماکان به اون نرماله نرسید فقط یه عده خیلی کمی به نرمال رسیدن کیا اونایی که تو شیش ماه اول تونسته بودن از اون محیط فرار کنن و کسی پیدا بشه و اونها رو رشد بده پس نشون میده که آره بعد شیش ماه وقتی افراد رو گذاشتن توی فرزندخواندگی فاستر کر کمک کرد که یه ذره جبران کنه ولی مثل این که اون چند ماه اول اون آسیب خودش رو به جا گذاشته بود و اینا نتونستن به اون حد برسن البته کلی راجع به این مطلب نوشته شده این اصلا کلی بین تئوریسین های ژنتیک روانشناسی رشد روانپزشکان بحث است که چرا بعدا دوباره اینها نتونستن به صد برسن اکثریتشون یعنی اصطلاحا کچاپ نکردن نتونستن عقب رو کامل جبران بکنن یا گفتن که آره این اف یعنی فاستر اون کسایی که اینا رو قبول کرده بودن اونا هم همچین خیلی کمک نکردن مواردی بوده که طرف رو پس فرستادن یه مدتی عوض شده خونش اون آدمایی که قبول کردن جا زدن دوباره برشون گردوندن به اون مرکز دنچه نذاشتن خوب روش کنه یه عده دیگه هم میگفتن که خب این اثر سقف داره یعنی تا یه حدی کمک میکنه ولی بیشتر نمیشه یه هم منتقد بودن تئوریسین های ژنتیک بودن میگفتن ببین اونایی که از اون به اون مراکز سپرده شده بودن برای نگه داشتن یعنی سرپرست نداشتن اینا اصلا شاید مشکل ژنتیکی داشتن که البته این مزار عجیبه که یعنی هر کسی که آی پایینه تو بد و تولد ناخواسته او رو فرستادن به اون نگهداری اون مراکز که این یه ذره غریب به نظر میاد ولی یه دم حتی اینو مطرح کردن که گفتن نه این مسئله اصلا ربطی به اون 6 ماه اول نداشته این مسئله ژنتیک است ولی این معما باقی من. خب گفتم کتاب های مت... مقالات و کتاب های متعددی تو این زمینه نوشتند مثلا چارلز نلسون 2016 یک مقاله مروری خیلی گسترده نوشت که اثرات اون ایس ها Early Adverse Experience ها رو بر روی مغز در حال رشد بحث کرد باز استفاده از همین نمونه بخار است مثلا چیز عجیبی که در آورده بود اینه چون ببینید اینم بهتون بگم توی علوم رفتاری روانشناسی روانپزشکی وقتی شما بتونید چند تا تصویر مغزی و شاهد عینی و اصطلاحا ابجکتیو نشون بدی خیلی پذیرفتن دیدگاهت راحت تر میشه و شاید یکی از دلایلی که پروژه بخارس خیلی صدا کرد اینه که اومدن از این آدم ها هم به عمل آوردند و اومدن حجم مغز این بچه ها رو دقیقا محاسبه کردند با اصلاح سن و در نظر گرفتن جسه و بقیه وضعیت ها ببینین چه چیزی در اومد ماده سفید مغز ببینید این مقدار حجم ماده سفید مغز جمع جبری کل ماده سفید مغز در اون کودکانی است که هیچ وقت در واقع به اون مراکز نگهداری سپرده نشدن از بدو تولد با خانوادهشون بودن کودکان معمولی این اونهایی است که براشون فرزند در واقع یک خانواده رو پیدا کردن به عنوان سرپرست و نگهداری کرد. و این ستون ستون افرادی است که هیچگاه براشون کسی پیدا نشد و تا سن دوازده سالگی توی همون مراکز موندن شما ببین میانگین حجم ماده سفیدشون هم کمتره. و چرا حالا میگم مثلا این پژوهش سر صدا کرد برای اینکه افراد میگن که خیلی خوب خیلی از رفتارها و اینا ممکنه سوگیری شما باشه ممکنه پرسش نامه رو بعد جواب دادن ممکنه اصلا اون در واقع خطاهای شناختی باشه وقتی حس میکنی یک نفر هیچ وقت توی یک خانواده نبوده و تمام عمرش رو در واقع توسط یک مؤسسه با کیفیت خیلی پایین نگهداری شده شما ممکنه حس بزنی که اون هر چه رفتار ازش میبینی بندازی گردن این ولی اینجا میگه ببین من برای شما شاهد اینی. دارم امارای کردم مغزش رو محاسبه کردم ماده سفید مغز کوچکتر مونده یعنی مغز روش نکرده یعنی نشون میده که این مقدار تغییر تو حجم مغز یک تغییر خیلی مهمه و بسیاری از تغییرات نژادی ژنتیکی به این اندازه نیست یعنی تفاوت های ژنتیکی به این اندازه نیست که این توی این چند گروه دید این شماره هم که اینجا میدید تعداد افرادیه که توی این مطالعه ام شرکت کردن این حجم نمونه اینها بیشتر بود ولی از همهشون ام به عمل نیاوردن یا در و بعد که این یک تفاوت معنیداری وجود داره بین این سه مورد دیگه ماده خاکستری بود ماده خاکستری باز ببینید در کودکان طبیعی از همه بیشتر حجمش در صورتی که تو دو گروه دیگه کمتر بود و آنچه که این نشون میده اینه که اینه که فرد رو جدا بکنن و ببرن به یه خانواده بسپرن کمک کرده بود ماده سفیدشون پر بیشتر بشه ولی نتونسته بود ماده خاکستری رو رشد بده و به همین دلیل خیلی‌ها میگفتن برای همینه یک سقف داشته هوش اینا به طبیعی نرسیده بود یعنی اون چند ماهی که فقط بچه گریه میکرد و یه خوراکی میذاشتن دهنشو به حال خودش رها شده بوده اون اثر خودشو گذاشته اثر رو گذاشته و این فردین اتفاق افتاده و باز در همین مطالعه اندازه اینها رو شما میبینید که در, در واقع تعیین دقیق کرده این به سی سی هست حجم ماده سفید که شما ببینید در این چند حالت تقریبا سی چهل سی سی حجم ماده سفید تفاوت داره و یه چیز حدود پنجاه سی سی یا چهل سی سی تفاوت هست بین حجم ماده خاکستری و این مقدار تفاوت خیلیه یعنی میتونه خیلی تفاوت آدم ها رو توضیح بده همچنین اومدن دیدن که اونهایی که ماده خاکستریشون کوچیکه کم مونده اشکالات در حافظه و کارکرد اجرایی memory and executive function نشون دادن و همین دلیله که خیلی از اینها اون حافظه قوی رو که بقیه داشتن نداشتن هیپوکامپشون اونقدر رشد نکرده بود پس دیدید که تغییرات پایدار هست و این یکی مشکلات در واقع رفتاری و روانپزشکی رو نشون میده ما اینجا ADHD رو داریم اینجا externalizing symptoms رو داریم externalizing symptom یعنی رفتارهایی مثل رفتارهای ضد اجتماعی اختلال سلوک کانداکت و internalizing symptom میشه حالتهایی مثل استراب افسردگی شما نگاه کنید این اونایی یعنی که طبیعی بودند این اونایی که ببخشید این اونایی هستند که هیچ وقت وارد اون مؤسسات نشدند اینا اونایی هستند که فرزند خوانده شدند و در محیط امن بودند و اینا اونایی هستند که هیچ وقت این محیط ها رو دریافت نکردند و تا آخر در واقع سن شاید ده دوازده سالگیشون توی اون شیرخارگاه باقی موندند و این اونایی هست که دریافت کردند در واقع فرزند رو ولی وسط کار رها شدند دوباره برگشتند به همون شیرخوارگاه شما واضح هم ببینید اونایی که فاستر کیر داشتن یعنی به صورت پایدار کسی خانواده نگرشون داشته و افراد طبیعی مقدار آسیب توی بیشتر شاخص ها کمتر هست در صورتی که اونهایی که فاستر کیر گرفتن یعنی فرزندی یه عده سرپرستیشون رو گرفتن و رهاشون کردن دوباره برگردوندن به اون موسسه مح... مح... یا اونهایی که تمام عمرشون رو توی اون موسسه موندن ببینید واضحا توی اختلالاتی مثل افسردگی و استراب و همچنین پرخاشگری رفتارهای ضد اجتماعی و ADHD مشکل بیشتری داشتند پس شما میبینید که این فقط مسئله خوش نیست مسئله خیشتنداریه مسئله پرخاشگریه مسئله افسردگی مسئله توان کنترل کردن خوده پس در واقع اون اثرات ناخوشایند به بیماری های روان پزشگی هم سرایت پیدا میکنه چون شما میدونید اکسترنالایزینگ سیمتوم ها این در واقع علائم برونگرا یا برون ریز اینا بیشتر تبدیل میشه به اختلالات شخصیت به خصوص شخصیت هایی مثل شخصیت مرزی و شخصیت ضد اجتماعی و این اختلالات درون ریز internalizing بیشتر منجر به حالت های وسواس استراب بیماری های افسردگی و حالت های نوروتیک میشه پس یه یافته مهم دیگه هم این بود این بالا هم دختران هستند پایین هم پسران هستند Uh, یک کتاب هست که من تو معرفی کتاب فرصت بشه این رو جداگانه خدمتون معرفی کنم این کتاب نوشته چارلز نلسون، نیتن فاکس و همون چارلز زینا هست همون محققین اصلی رومینیاز اباندند چیلدرن فرزندان رها شده رومانی که فکر کنم از روی جلد کتابم شما میتونید ببینید چه شرایط نابهنجاری بوده خیلی از اینها اون بعد از فروپاشی کمونیست واقعا خیلی چیزی نبوده اصلا سیستم رها شده بوده تعداد زیادی آدم مهاجرت کرده بودن بچه هاشون جا گذاشته بودن و این کتاب خیلی منسجم یافته های این رو پژوهش رو ارائه می باز یک کتاب دیگری هست چارلز زینا این پارسال نوشته شده 2019 هست در واقع میشه پیار سال الان 2021 هستیم هند بوک آف Mental منتال هلت و چاپ چهارمش هست این کتاب خیلی خوبی است و بسیاری از این یافته های مطالعه بخارس رو با مطالعه های جاهای دیگه مقایسه کرده و تقریبا همه این رو نشون دادن که اون وقایع ناخوشایند و ناملایمات کودکی منجر به کاهش هوش اشکال در کنترل خیشتن اشکال در مسائل درون گرایانه و همچنین مشکلات رفتاری میشه خب همین گروه گروه نلسون کارهای دیگری رو هم طی سالهای اخیر ارائه دادند اینم مقاله جالبیه من توصیه میکنم به خصوص پزشکان روانشناسان و روانپزشکان حتما این مقاله رو بخونند یک مقاله مروری هست مال اکتبر 2020 سه چهار ماه از چاپش نمیگذره و توی بی ام جی چاپ شده British Medical Journal Adversity in childhood is linked to mental and physical health throughout life. اون ناملایمات کودکی با اختلالات روانی و فیزیکی طی عمر همراهه. در اینجا چارلز نلسون و گروهش که یک گروه جدیدتر هستند از جمله این آقای بوتا زلفقار بوتا هست اسمش زلفقار علی بوتو نه زلفقار بوتا یک پزشک پاکستانی است و همچنین یک خانم در متخصص اطفال نادین برک هریس جز نویسنده های این مقاله هستند و به جنبندی خیلی جامعی میپردازند که این وقایع و ناملایمات در واقع کودکی چه اثراتی روی روان و روی جسم داره و اینها بحثشون رو اینجوری شروع میکنند میگن علم این قضیه داره خیلی سریع روشن میشه ما زیادی مطالعه شبیه بخارست داریم منتها فراموش نکنید مطالعه بخارست یک مطالعه مداخله ای در شرایط خیلی بحران بود ولی شما میتونی مطالعات در واقع طبیعی رو نگاه کنی از کودکی دنبال کنی ببینی اونایی که تو محیطای های پایین تر هستند چه همبستگی هایی بین آسیب های بیشترشون اون ناملایمات کودکی و مشکلات رفتاریشون دارند